منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. چشمان آدمی عادت به خوب دیدن دارد، یعنی برای دیدن خوبی ها، برای دیدن زیبایی ها دائم چشمان آدمی کار میکنه. یکی از علتهایی که انسان به جاهای مختلف برای دیدن زیبایی ها میره همینه. حضرت حافظ فرمودن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. اون چه میبینه خوبیست، زیباییست. اما وقتی که آدمی نمیتونه بره اصل کار رو ببینه، در دامن صحرا بره زیبایی ها رو ببینه، به بوستان و گلستان و پارک بره تا نقش بندی خداوند رو در گلستان ببینه، باید چه کار کنه؟ بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب. یکی از مظاهر دیدنی برای آدمی رفتن به گالوری ها، دیدن نقاشی ها، خط ها و از این دست آثار هنری است. استاد فاضل نیشابوری سال هاست خاک انجمن خوشنویسان را توتیای لیقه خود کرده برای نوشتن. لذا کارهایی که از ایشون میبینید چنان وزین و چشم نواز که آدم لذت میبره. وقتی تلمس کردن در محضر اساتید بزرگ، نتیجهش این شد که امروز خودشون شاگرد پروری میکنن. استاد چه شد که به جرگه خادمان حضرت رضا علیه السلام پیوستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که من پدرم ذوق هنری داشت و این ذوق به من منتقل شد. من پیش از اینکه بیام آستان قدس در یک مهندس مشاور کار میکردم. دفتر مهندسین مشاور. مهندس ناظر بودم در شهر صنعتی عراق. بنده فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت هستم، رشته مهندسی مکانیک. ولی اون عشق و ارادتی که به کار هنر داشتم، منو به خوشنویسی و کار هنری کشوند. در سال 61 وارد آستان قدس شدم در معاونت فنی به عنوان مهندس ناظر. سرپرست بخش طرح و محاسبات شدم. ولی این دغدغه‌ای که در درون من بود باعث شد که من به طرف هنر گرایش میدم. در سال 61 هم همزمان مدرک ممتازم رو از انجمن خوشنویسان گرفتم و بلافاصله به عنوان مدرس در انجمن مشغول به کار شدم. تو چه قسمتیش؟ چه خطی؟ در خط ثلث، نسخ و نستعلیق. هر سه؟ هر سه خط رو تعلیم میدادم. هم نسخ، هم ثلث و هم نستعلیق. ماشاءالله. و الان بیش از 35 ساله که در انجمن خوشنویسان مشغول به تدریس است. به هر حال در آستان قدس که بودم دوره فوق لیسانس کتابداری نسخ خطی رو گذراندم و مدرک کارشناسی ارشد گرفتم و به تبع آن به کتابخانه منتقل شد. اونم با علاقه خودتون بود؟ با علاقه و عشق خودم. اولین مکانی که اومدم همینجا بود که کتابخانه مرکزی بود. این ساختمان رو تازه ساخته بودن
و سال 74 وارد کتابخانه شد و با عنوان فهرستنگار در کتابخانه آستان قدس مشغول شد. مخصوصا حوزه تخصصی من مرقعات و آثار هنری قرآن‌های خطی هر سبت که خطوط مختلف اینها رو باید فهرست میکرد. برای فهرست نگاری باید یه ضابطه‌ای وجود میداشت. ضوابط قبلا وجود داشته، دیگران کارهایی کرده بودن، ولی دیدم این ضوابط کافی نیست. اومدم و یک سری آیتم هایی رو در آوردم راجع به مرقعات و آیتم ها این بود که بتونیم قطعات خوشنویسی، آثار هنری، تذیب ها رو به صورت کامل معرفی کنیم و شناسایی کنیم در یک مجموعه‌ای به نام فهرست. و این کار تقریبا نشده بود در ایران، اینطور اتفاقی نیفته بود و آیتم های زیاد رو، حدود 52 آیتم رو من در آوردم که بر اساس اون نسخ خطی و آثار هنری رو فهرست کردم. و این یک کار مهمی بود که در کتابخانه آستان قدس انجام شد. مسئله دیگری که لازم هست گفته بشه اینه که کتابخانه آستان قدس به لحاظ قرآن‌های خطی و آثار هنری در دنیا بی‌نظیره. یعنی اینو من در مورد قرآن‌های خطی که به ضرس قاطع عرض می‌کنم و در مورد مرقعات و آثار هنری جز بهترین و بزرگترین مجموعه های هنری دنیاست و این به برکت وجود مبارک حضرت رضاست که دیگران با ارادت آثار خودشونو وقف این آستانه مقدسه کرد. بنابراین این کار ادامه پیدا کرد و ما برای خرید این آثار مجبور شدیم یه اقداماتی بکنیم. از جمله اساتید بزرگی بودن که اینجا در کتابخانه کار میکردن، خدا رحمتشون کنه، استاد ولایی بود، بله، رحمت الله علیه، که شخصیت مبرزی بود، هم فقیه توانایی بود و هم نسخه شناس کاملی بود. ماشاءالله. حاج آقای عرفانیان بود، از مرحوم، از بزرگان فهرستنگاری آستان قدس محسوب میشه. و اخیراً که حاج آقای نورینیا بود رحمت الله علیه که ایشون هم اخیراً فوت کردن. اینها از فهرستنگاران مبرز و بسیار توانای آستان قدس بودن که ما در واقع در طول کاری که اینجا انجام میدادیم از راهنمایی‌ها و ارشادات این بزرگان استفاده می کردیم و تعلیم می گرفتیم و اگر با مشکلی روبرو می شدیم و یا نقطه ابهامی وجود داشت به این بزرگان مراجعه می کردیم و از نقطه نظرهای اونها استفاده می کردیم. و برای خرید آثار هنری مجبور شدیم یک گروه، یک تیمی رو تشکیل بدیم که آثار هنری به طور دقیق ارزیابی بشه و نسخه‌های خطی که به آستان قدس ارجاع میشه برای خرید اینها خریداری بشه با کارشناسی درست. بنابراین یک تیم مبرزی که بنده هم جزء این تیم بودم حدود 15 سال 20 سال قبل شروع شد. البته از قبل وجود داشت ولی فعال نبود، ولی حدود 15 سال 20 سال قبل به طور فعال شروع کردیم و خوشبختانه بسیاری از آثار نسخ خطی و آثار هنری که ارزشمند بود توسط آستان قدس خریداری و جذب شد و اگر اینها جذب نمی شد متاسفانه ممکن بود از مملکت خارج بشه و در اختیار دیگران قرار بگیره و این کار بسیار ارزشمندی است و خوشبختانه این کمیسیون ادامه داره، هم کمیسیون کارشناسی هست، هم ارزیابی هست، هم بررسی آثار هست و آستان قدس مخصوصا کتابخانه در این زمینه بسیار فعال بود.
شما همچنان همکاری میکنید باشون؟ من با اون که 10 سالی که بازنشسته شدم، از سال 90 بازنشسته شدم، آستان قدس حکم کارشناسی به من داده که در این جلسات به عنوان کارشناس حضور داشته باشم و ارزیابی و کارشناسی بکنم و این جز افتخارات منه که بتونم در خدمت آستان قدس باشم و برای این دستگاه مقدس همکاری بکنم. استاد، از اونجایی که شما خب جزء بزرگان انجمن خوشنویسان خراسان تشریف دارین، خودتون تو کدوم یکی از این شعب خط یا دل بیشتری دادین؟ خودتون فکر میکنین مسلط ترین کدومشون؟ خدمت شما عرض کنم که پیش از اینکه جواب سوال شما رو بدم، من لازم هست از استادانی که در خدمتشون تلمذ کردم نام ببرم. من در رشته نستعلیق، خط نستعلیق، ابتدا شاگرد استاد فتحعلی واشقانی بودم. کجا؟ در عراق. بعد شاگرد استاد امیرخانی بودم. امیرخانی بزرگ؟ بله. شاگرد استاد خروش بودم. بله. شاگرده استاد اخمین رو کردم در رشته نستعلی. بله. در رشته نسخ و سورس شاگرد استاد بزرگ استاد موحد بودم. بله. که کتیبه نویس آستان قدس هستن و از بزرگان بله. هنر ایران هستن. بله. شاگرد استاد صمدی بودم، 2 سالم در خدمت ایشون تلمذ کردم و خدمت بسیاری از بزرگان و هنر رسیدم و این سعادت رو داشتم که از محضرشون استفاده بکنم. ولی اگر بخوام بگیم کدوم رشته هنری رو من بهش زیاد علاقه دارم، همه رشته‌های هنری زیباست. البته و ریشه های هنر همه به هم متصله. طوری نیست که ما بخوایم یه چیزی رو از خطی رو از خط دیگه جدا بدونیم. خطوط سلس، خطوط نس، خطوط نستعلی، خطوط جسته، همه زیباست و هر کدوم زیبایی خاص خودشو داره. ولی رشته من و کار تخصصی من در رشته سلس، نسخ و نستعلی، این 3 تا رشته رو من انتخاب کردم و تعلیم میدم و آثاری هم تولید میکنم. نمایشگاه هایی هم داشتیم تا؟ بله بله، بیر نمایشگاه با سال 61 با استاد مهدی زاده داشتم، خدا رحمتش کنه، که از بزرگان خوشنویسی بودن و ایشون مرحوم شدن. هر صحبت که در انجمن خوشنویسان که بودم، در نمایشگاه جمعی، در اکثر نمایشگاه جمعی شرکت کردم و البته نمایشگاه زیادی رو در خدمتون. خب پایان بخش صحبت هامون اگر که مطلبی هست بفرمایید که در خدمتتون باشیم. خلاصه مطالب رو گفتم، ولی توصیه من به جوانان و علاقمندان اینه که کار هنری رو جدی بگیرن و هنر رو به عنوان یک دستمایه ارزشمند در زندگی خودشون مورد توجه قرار بدن، چون هنر در واقع هم به انسان آرامش میده، هم نشاط میده، هم ارزش معنوی و خدایی داره. دیگه عرضی ندارم، انشاءالله که موفق و معید بشید. متشکرم از حضوری که پیدا کردین و وقتتون رو به ما دادین، مزاحمتون شدم. امیدوارم فرصتی پیش بیاد تا بتونیم آثارتون رو هم ببینیم. انشاءالله. ممنونم. فانوسی روشن در دنیای تاریک میتابد بر آفاق،
خورشید با آوازی بر لب با پیمانی در دل با چشمانی مشتاق خورشید به گلستان که رسیدی قدم تو سفر از دل به خدا بود ای خورشید تو بهشتی پر از ایمان که دمیدی به سناباد به خراسان ای خورشید تو بهشت زمین رها شده ای فانوسی روشن در دنیای تاریک میتابد بر آفاق خورشید تو بهشتی پر از ایمان که رسیدی به شب غربت انسان تو بهشت زمین رها شده ای شام بارگاهت صبح سخاوت و داد وی دولت کریمت فتح جهان فخر خسروان است این شوکت جهان است گنجی از آسمان است میراثی از سنابان از نفخه بهشتت از خط سرنوشتت شوریست در دل ما هرگز نرفته از یاد از نفخه بهشتت از خط سرنوشتت شوریست در دل ما هرگز نرفته از یاد.